بر آنانی که دورند شالوم بر آنانی هم که نزدیکن شالوم این وقتی شالوم خداوند رو برای خودت و برای عزیزانت برای سرزمینت برای دیگری اعلام میکنی آسمان به تو میگه آمین کلام خدا میتونه قدرت افسردگی رو بشکنه کلام خدا میتونه قدرت بیماری رو بشکنه قدرت ترس رو بشکنه قدرت مرگ رو بشکنه قدرت نامیدی رو بشکنه قدرت هر چیز منفی رو بشکنه آمین کلام خداوند همه وعده هاش بلی و آمینه و همه چیز انجام خواهد شد کلام خدا میگه پسر خدا آمد اعمال ابلیس رو باطل کند پس من و شما باید اعمال ابلیس رو باطل کنیم و دو برابر باطل کنیم آمین میتونیم همه ما قلب برکت دهنده داشته باشیم نه برکت از یک دل برکت دهنده میاد این دل هیچ خرجی نداره آمین که به نام عیسی مسیح از ظرف زندگی تو که لبریز از روغن خمره های زندگی تو که لبریز از روغن مست تو ایمان تو خدمت تو که لبریز از روغن همسایه های تو و سرزمین تو به نام عیسی مسیح برکت بگیرن هر نیکویی برای دیگری بخواد نیکویی به زندگی برمیگرده وقتی برای سلامتی دیگری دعا میکنی سلامتی بر خودت بر زندگی بر خانوادت جاری میشه شالام خدا بر زندگیت، شالام خدا بر خانوادت شالام خدا بر اهل خانواده تو شالم خدا بر خانه تو شالم خدا بر جسم تو بر جان تو بر روح تو بر ایمان تو بر زندگی تو بر سلامتی تو بر کسب و کار تو و بر نسل هزار نسل بعد از تو باشد و به نام عیسی مسیح بماند آمین شکرتان برای خود خدای زنده قادر مطلق خدای خدایان رب جلال خدمت تک, تک شما عزیزان، خواهران برادران دوستان مهمانان خادمین می سالیلان زنده که از جاهای مختلف از هلند عزیزان از اتریش تشریف آوردید بردامون افشار جان و ماری عزیز پیوندتون یک بار دیگه تبریک میگیم خیلی خوش آمدید بعد از مدت ها انتظار خوش آمد میگم خواهران مشاهدی عزیز خداش رو بر وجودتون و خدمت مبارکی که دارید عزیزان بردامون وعی جان و خواهران بهار و خارج عزیز به همراه مهمانان از شفا تشریف آوردید خیلی خوش آمدید سال و سلامتی خدا بر شما و خدمتتون باشن ما بقی عزیزان که به حال هستن امروز هم چند تا تو تولد داریم بعدش با هم دعا خواهیم کرد و عزیزانی که برای اولین بار در میان ما هستید سال سلامتی خدا رو به شما میگم خیلی خوش آمدید عزیزانی که از ایران، ترکیه، استرالیا نیمهشب شب، امریکا و کانادا صبح هستید برکت خدا با شما باشد باشه که به نام عیسی مسیح آنچه که خدا امروز میخواد با ما صحبت کنه به ما امیدی تازه بده همینطور که وقت و همینطور روز جان ممنون ازم خدا رو برای وجودت که و تو این سالها عنوان یک زن مسیحی داری خب خدا رو خدمت میکنی و نمونه و دلگرمی هستی برای زنانی که تو جامعه دیده نمیشدن و اجازه نمیدادن که صداشون بیاد و خدا رو شو که خداوند در مسیح زن و مرد و یکسان آفرید و عطای یکسان بهشون داد که خداوند از طریق این زنهان بتونه جامعه رو برکت بده همینطور که میدونید به جز هفته گذشته داشتیم درباره استراتژی جنگ های روحانی با هم صحبت میکردیم و از کتاب ایوب داشتیم آیاتی رو با هم مرور میکردیم و به چهار ستون قدرتی رسیدیم که این چهار ستون قدرتی بسیار مهمه که ما باید یاد بگیریم این چهار ستون قدرتی رو در زندگی اون محافظت کنیم طبیعیه که تمام دشمن هدفش اینه که ستونهای قدرتی یک نظام و سیستم رو و یک خانواده رو و حتی کلیسای خدا رو و پادشاهی رو بخواد هدف قرار بده اما خدا را شاید که خداوند ما را اقتدار بخشیده که ما هم بتونیم چهار ستون قدرتی شیطان رو فرو بریزیم به نام مسیح همینطور که در پرستش ها دعا میکردیم، می دیدم که تمام قدرتی که از شیطانه یکی داره فرو می‌ریزه این امامزاده ها فرو بریزه این جل و جادوگری و خرافات فرو بریزه این خدایان دروغین و تاریکی فرو بریزه این چرت و پرت هایی که در واقع در قالب مذهب خورد مردم دادن به نام عیسی دونه بدونه اینها فرو بریزه و فرو خواهد دیخ و ریخته چیزی که واقعا توی قلبم هست اینه که خداوند پیشا پیش این مردم داره حرکت میکنه اگر خدا اجازه داره میده که این مردم سحیم باشن میخوان ارزش به دست آوردن اون چیزی رو که به دست میارن رو بدونن وگرنه در نهایت خداونده که است. اونه که نجات دهنده است اما اجازه میده که مردم تلاش بکنن اجازه میده که مردم بیدار بشن اجازه میده که مردم سهمی داشته باشن در تمام طول تاریخ میبینیم که خدا ما رو به یه همکاری دعوت میکنه حتی دنیای بی ایمان رو هم همینطور سعی میکنه که در واقع اونها رو به همکاری برای به دست آوردن اون چیزی که باید به دست بیارن سحیم میکنه و خدا رو شو که الان داره این کار میکنه هرچند این رو به شما بگم چیز عجیب غریبی نیست روزی که ایران آزاد میشه مردم میگن که ما خودمون رو آزاد کردیم ما بودیم ما کردیم ما اما باران رحمت خدا بر نیک به یک اندازه این سرزمین آزاد بشه طبیعه که همیشه انسان ها فکر میکنن ما هستیم که یه کاری میکنیم اما ما با مال کلیسای خدا اینو میدونیم اگه فیض خدا نباشه هیچی نیست ما اینو خیلی خوب درک بود. اما امین که زمانش خواهد رسید که این رو به مردم یاد بدیم که آنچه که انجام شد به عنوان آزادی و تجربهش میکنی فیض خدا بود قلب خدا قلب آزادیه خدا خدای نجات دهنده است نام او یشواست میاد تا آزاد میکنه میاد اما میخواد که مردم به یه جایی برسن که از زندان و دردها و بندهاشون عذاب بکشن ناله هاشون با آسمان بره و بعد اونجاست که خدا آزاد میکنه که تم آزادی رو بچشن اما یا آزادی بیشتر از این وجود داره خیلی مواقع آزادی های زمینی به وجود میاد اما اسارت های روحانی همچنان باقی میمونه دیو زدگی هنوز باقی میمونه اما آمین که خداوند این آزادی اجتماعی و سیاسی و مدنی رو وارد سرزمین ما بکنه آمین که بعدا کلیسای خداوند اون سهم آزادی روحانی رو به عهده خواهد گرفت خواهد رفت و خواهد گفت این آزادی رو بگیرید آزادی روحانی هم در کنارش درباره چهار ستون قدرتی با هم صحبت کردیم و از کتاب ایوب با هم مرور کردیم اگر موبایل مقدساتون رو دارید باز کنید <تص> یک کتاب مقدساتون فرق نمیکنه و کتاب ایوب رو با هم میخوایم یک مروری بکنیم چند آیه رو با هم دیگه و اونجا در باب چهل یک بهش خواهیم رسید اون چهار ستون قدرتی رو با هم صحبت کردیم که باعث میشه که یک ساختار و یک نظام و یک سیستم باقی بمونه گفتم دو طرفه نگاه کنید هم برای خودتون نگاه کنید تو جنگ های روحانی اولین ستون قدرتی یا حوزه قدرتی نظامیه که بهش صحبت کردیم که قدرت نظامی یک سرزمین یک خانواده بسیار مهمه و خدا رو شکر که کلام خدا ما را به های جنگ روحانی مجهز کرده تو این هفته داشتم دعا میکردم و میگفتم دا این مردم با دست خالی دارن می جنگن اما خداوند بهم گفت اما شما که دستتون خالی نیست اونا دستشون خالیه اما شما مجهزید مسئله داریم مسئله جنگ روحانی کمربند راستی رو داریم کلاخود خود نجات رو داریم شمشیر رو داریم سپر رو داریم زره رو داریم نعلین رو داریم و قدرت عظیم دعا رو داریم اونا دست خالی شما دست خالی نیستید خدا به طور عظیمی داره تو این سرزمین کار میکنه پس خیلی مهمه که توی خانواده هم همینه تمام سعی شیطان اینه که اسلحه ما رو بزنه راستی رو بزنه نجات تو بزنه سپر ایمان تو بزنه و دائم دنبال اینه که اسلحه های تو رو در واقع خلع بکنه پس خیلی حواستون باشه به با عنوان ایماندار به عنوان کلیسا کلیسا اگر اسلحه جنگ روحانیش رو درک نکنه از دستش میده باید تمام کلیسا مجهز به اسلحه جنگ روحانی باشه جنگ ما با انسان ها نیست بلکه با قدرت های تاریکی که در دنیای تاریکی حکومت میکنن وقتی کلام خدا نگاه کنید در اول سموئیل صحبت درباره اینه میگه میگه و جنگ شده و بر ضد اسرائیل جنگی هست و فقط پادشاه و پسرش یوناتان اسلحه دارن فقط شاول و یوناتان داشت این سمبولی از یک یک شبان و یک کمک شبان که فقط این دوتا تا اسلحه دارن بقیه کلیسا چی چرا جامعه مسیحی ایرانی نباید اسلحه داشته باشه بسته جنگ روحانی چرا نداشته باشه چرا کلیسا ها نباید مجهز به جنگ روحانی بسته جنگ روحانی باشن چرا چرا فقط کشیش باید داشته باشه چرا فقط باید شبان داشته باشه و با معاونش باید تمام ایمانداران مجهز به اصله جنگ روحانی باشن بزرگ که اشتباه هایی که شبان ها فکر میکنن فقط خودشون دارن و هیچ کس نباید داشته باشه چون بلد نیستن به جنگن جنگیدن رو بهشون یاد بده ما باید مجهز باشیم که در روزهای جنگ روحانی بتونیم دوام بیاریم کلام خدا میگه اصله تام خدا رو بپوشید در مقابل جنگ های روحانی بتونید بیستید مقاومت کنید و دوام بیارید روزهای غم بحران به خانوادت داره میزنه شیطان تو باید اصله داشته باشی طرف مقابلت نمیدونه تو باید بیستی مرد نمیدونه زن میسته زن نمیدونه مرد میسته زن و مرد نمیدونه بچه میسته فرزند میسته و دعا میکنه فرزند نمیدونه پدر مادر با هم میستن و دعا میکنن و بسطه جنگ روحانی میستن و اقتدارشون رو اعلام میکنن ما باید مجهز باشیم همه ایمانداران باید دسته با های تام خدا مجهز باشن دومین ستونی که راجبش صحبت کردیم ستون فرهنگی بود که درباره صحبت کردیم درباره ستون نظامی گفتیم قدرتی که روی پشت این نشسته روح لویتانه که به طور خاص کارش روح با وحشت و ترس و تهدید و کشتار و خونریزیه که در سرزمین ما الان این روح داره کار میکنه ستون دوم ستون فرهنگی یا رسانه ها یا تلویزیون ها یا ساتلیت ها یا اخبار یا سوشیال مدیا هستن که به طور خاص قدرت عظیمی دارن ما میدونیم کلام خود داره میگه که زبان قدرت داره مثل یک اسلحه قدرت داره مردم امروز اگر میبینی با دست خالی هستن اما دهانشون قدرت داره داره دهانشون اعلام میکنن نمیخوایم به دهانشون که ما آزاد بشیم به دهانشون دارن اعلام میکنن این زبان قدرت داره با اینکه اونها نمیدونن که در واقع بر کی دارن میجنگن و دنیای روحانی نمیشاسن اما آنچه که دارن اعلام میکنن قدرت داره زبان قدرت داره کلام خدا میگه زبان قدرت داره پس به همین دلیل رسانه ها هم قدرت دارن پس نقش خیلی مهمی رسانه ها دارن که متاسفانه این نظام هم داره از هر طریقی استفاده میکنه اما یک چیز فراموش نکنید توی خانواده هاتون وقتی ایستادید اخبار وقایعی که میشنوید درباره زندگیتون شیطان کارش این از تمام فریبش در قدرت زبانشه از طریق زبانش تو نیستی تو نمیتونی تو مجهز نیستی زندگیت امیدی نیست فایده ای نداره زندگی تو نابود شده است تو زیر لعنت هستی تو نابودی تو نمیتونی موفق بشی تو نمیتونی پیشرفت بشی تو از این بیماری جون سالم به در نمیبری تو دست به هر چی بزنی خراب خواهد شد زندگی تو خاکستره زندگی تو اینه دائم دائم داره چیکار میکنه داره تبلیغات میکنه داره فرهنگ خودش و فرهنگ شرارت فرهنگ بدی فرهنگ دروغ فرهنگ نفرت فرهنگ لعنت رو داره اعلام میکنه تو گوشه شخص در واقع یه شخصی و شخص داره میپذیره تو داری رادیوی در واقع را صدای رادیو شیطان رو باز کردی ببند به نام ایسا و موج تو رو موج خدا من باز کن که خدای سلامتیه تو فرزند منی تو خوانده شدی تو ولی هستی تو شاهزاده هستی تو قدرت داری تو مس شدی تو رو تجهیز کردم تو رو نجات دادم تو پسر و دختر محبوب من هستی هر کس پسر آزاد کرد من دفل آزاده من بعد یاد بگیرم که چگونه در واقع صداها رو تشخیص بدم و ببندم و صداها رو تشخیص بدم و باز بذارم تمام باغ عدن میبینیم که شیطان از طریق تبلیغات بر ضد مادر بزرگ ما هوا عمل کرد اگر بهش اجازه نمیداد سخنرانی بکنه این اتفاق نمیافتاد پس خیلی مهمه حواس اون باشه اخبار و وقایعی که میشنویم و جهت که معمولا میدن و حتی از خودشون بعض موقع با گریه و ناله میان یک چیزی رو به عنوان دلسوزی میگن اما روح به وحشت تولید میکنن آره میخوام یه چیزی بهتون بگیم و یه نفر گرفتن الش کردن بلش کردن فکر کردین همه ما نمیدونیم این دیوها چی کار میکنن خیلی باید روح تشخیص داشته باشه کلیسا به تو رو خواست و کمک کنی به ایماندارا خانواده هاتون وقتی یه چی میشنون رو به وحشت میگیرتشون بهشون آگاهی بدید حقیقت دروغ میشکنه نور که میاد تاریکی شکسته میشه و این وظیفه ای ماست که نور جهان باشیم نور اصلی عیسی مسیحه که بر ما میتابه و ما میتونیم به دیگران بتابیم و خدا میخواد که در واقع ما صدای خدا باشیم روی زمین ستون فرهنگی کلیسا نقش بسیار مهمی داره قبلا راجع به صحبت کردم و ما باید جامعه مسیحی باید فرق نمی فرقی نمیکنه چه فرقه هستیم وای من این کلیس هم، اون کلیس هم, شبان هم اجازه, میده شبان اجازه. ما باید اینو یاد بگیریم که کلام خدا رو شیر کنیم نیکوییای های خدا وعده های خدا رو شیر بکنیم انجیل سلامتی رو برای مردم شیر بکنیم بفرستیم و این قدرت عظیمی داره دنیای تاریکی سوشیال مدیا رو میشکنه بعض مواقع جالبه با این همه افرادی که در واقع ما رو سابسکرایب و فالو کردن یک چیزی وقتی میذاریم دنیای پشت تاریکی نمیذاره بیاد بالا هستن یه نفر با یک دهم ده از اونها همه چیزش همه چیز میره همه جا میره چون هر چی چرت و پرتی که میخوان همه جا پخش میکنن اما با این جمعیتی که در واقع داریم تاثیر میذاریم روشون جالبه وقتی یه چی شعر میکنیم نمیذارن به چرخه انگار از 5G و 4G آوردنش به 2G اصلا نمیذارن چیزی شعر بشه ما میدیم روحی که پشت فیسبوک و روحی که پشت حتی اینستاگرام و روحی که پشت یوتیوب هست چه روحیه و از کجا دارن در وقت تغذیه میشن اما با همه این حال تو این دنیای تاریکی ما نور هستیم اندک اما نور هستیم شاید نور ضعیف اما بسیار واضح و خدا میخواد نور باشید تو خانواده‌تون نور باشید همه دوستاتون یه چیز دیگه شعر میکنن تو اون چیزی که باید شعر کنی نور باش بعد همه میگن اه ما همه داریم یه چی میکنیم این یه چیزی دیگه متفاوته نه ترس بذار دلیل ایمان تو بپرسن امید بده و وعده بده به دنیای خسته سومی ستونی که امروز میخوام راجعش صحبت کنم ستون اقتصادیه پشت این روحی که پشت این ستون اقتصادی نشسته روح مامانه خدای ثروت و پول وقتی کتاب یعقوب ایوب رو نگاه میکنیم اولین قسمتی که میگه میگه آیا لویتان رو با قلاب میتوانی بس درباره لویتان و واژه لویتان صحبت کردیم صحبت نمیکنم و با قلاب بستن رو ترفش کردم اما قسمت دوم میگه آیا زبانش رو با ریتما میتوانی بس که قسمت تبلیغاتیشه اون هایی که میزنه اون رو که تولید میکنه و اون دروغایی که میگه میگه زبانشو ببند خدا میخواد که در واقع ما زبانشو ببندیم یه جایی دیوها تا سر صدا میکردن عیسی دهانشون رو میبست تو هر جا میرفت عیسی میخواد صحبت کنه حرف میزنه دهانشو میبست تو دموکراسی نداری عیسی تو تو دیکتاتوری عیسی نمیذاری ما چرت و پرت بگیم دهنتو ببند دموکراسی به جهت بناه به جهت ها حقیقت نه به جهت دروغ و چرت و پرت بعضی موقع یه فریبی که ایماندارا آره دموکراسی و شیطان به عنوان دموکراسی هر چرت و پرتی رو میخواد به خورد مردم بده سلامتی اگه بیاره آمین برکت بیاره آمین بنا بکنه آمین در راستی باشه آمین اما شیطان پدر دروغویانه در رویش راستی نیست هر چی میخوا بگی عیسی میگه دهن تو ببند شیطان دهن تو ببند سومین چیزی که در واقع در کتاب ایوب راجع بهش صحبت میکنم این قسمت سومه میگه آیا میتونی در بینی او رو آیا در بینی او مهار توانی کشید میگه آیا میتونی نفسش رو بگیری به قول ایرانی میگه اگه دماغش رو بگینی جونش در میره ما میدونیم وقتی کلام خدا میگه انسان رو خلق کرد در بینی او رو حیات دمید حیات رو از طریق بینی او و بینی سمبالی از حیاته میگه حیاتش رو بگیر و ما میدونیم که یک کشور حتی اگه نداشته باشه پول داشته باشه میتونه همچنان پا بر جا باشه و پول قدرت بزرگیه توی دنیا روحی که به طور خاص تو این دنیا کار میکنه مخصوصا توی سرزمین ما و حواسون باشه توی ایمانداران و اون هم روح مامونه اما مامان کیه و چیه؟ مامان از ریشه کلام آرامی میاد و خدای سوری یا سوریه و منطقه مشرق در سوریه خدایانی وجود داشتن که بعدا ما میبینیم در آشور هم میان و قدرتهایی رو در واقع میگیرن اما به طور خاص این نام نام سوریه مامون دو تا ریشه کلمه مام به معنی پول، ثروت و قدرت پول به طور خاص پول و اموال و ثروت و گنج مام و من به معنی پادشاه و خداست وقتی این مامون یعنی خدای پول، خدای ثروت. صحبت تر برکت و دارایی که خدا به آدمی میده نیست. صحبت از تاریخ‌هایی که شیطان و دست شیطان به جهت اموال و به دست آوردن اموال دخالت میکنه. این خدا یکی از خدایان قدر و قوی در منطقه سوریه بود. و کارش این بود که به قول خودش فراوانی و دارایی و رفا و پری و زیادتی رو این خدا مسئولیت داشت و این بت پرستیده میشد به جهت بیشتر داشتن و یکی از کاراش این بود که در واقع باید بچه رو قربانی میکردن و خونی بهش میدادن تا بتونه ثروت و قدرت و دارایی به یک نفر و یک خانواده یا به یک نفر بدن حتی به طوری که اگر میخواستن زمینشون در واقع حاصل خیز بشه و ازش چیزی بیاد بیرون قربانی میدادن و قربانی جان فرزندان بود کار این مامان خونه قدرتش با خون میگیره حیات شخص رو میگیره تمام جنگها تمام فروش اسلحه ها پشتش روح مامانه تمام جنگ ها. جالبه جالب تو خانواده‌هایی هم که دائم سر پول دعواست این روح مامان این جنگ را میندازه یکی رو به عنوان صاحب اقتدار که پول دستشه یکی هم نقطه مقابل که داره مبارزه میکنه با طرف مقابل که یا چرا قبل قجی میکنه یا یکی سر این کلا کارش اینه و این روح به طور خاص تنها روحیه که در عهد جدید به عنوان خدا معرفی شده هیچ جایی کتاب مقدس ما نمی بینیم در عهد جدید که عیسی خدایی رو با یهوه مقایسه بکنه تنها یک جا ما می بینیم که عیسی بتی رو روبروی یهوه قرار میده. حتی راجع به بل صحبت نمیکنه. راجع به ملک صحبت نمیکنه. راجع به اشتالوت صحبت نمیکنه. راجب خیلی خدایانی که اونجا بودن راجب زئوس صحبت نمیکنه راجب خیلی خدایان روم صحبت نمیکنه خدایان ایران و باستان صحبت نمیکنه راجب میترا و اینها صحبت نمیکنه تنها روحی که راجب دیوی که دربارش صحبت میکنه و بوتی که راجبش صحبت میکنه و خدای دروغی که صحبت میکنه مامونه و وقتی اونجا نگاه میکنیم صحبت از اینه که لوقا باب 16 آیه 13 به بعد میبینید اگه کتاب مقدستون رو باز کنید بعضی ترجمه ها متفاوت درباره صحبت کردن یا کلمه رو یه جوری دیگه برها ترجمه کردن اما از ترجمه قدیم میگه هیچ خادم نمیتواند دو آقا رو خدمت کند زیرا یک یا یکی از یکی نفرت دارد و با دیگری محبت و یا با یکی می پیوندد و دیگری یا حقیر میشمارد خدا و مامان را نمی با هم خدمت کرد. و این خطری که میتونه کلیسا رو، خطری که میتونه ایماندار رو، خطری که میتونه مؤسسات مسیحی رو و خطری که میتونه خانواده های مسیحی رو تهدید کنه. دنیایی که در واقع خدا رو نمیشناسه براش فرق نمیکنه مامان باشه ایزابل باشه لویتان باشه دیابولوس باشه برزبول باشه مهم نیست چون که فرق نمیکنه وقتی یکی داره همه توشن این پیغام به طور خاص راجع ایماندارانه ایمانداران میدونن که در واقع آنون اول شریعت هیچ خدایی را جز یهوه پرستش نکن و کسی رو کنار او در واقع پرستش نکن اما چون که ممکنه ندونن تو این خطر مامان بیفتن اما خاصیت مامان چیه و چه کار میکنه دنیایی که داخل زندگی میکنیم صحبت از در همین ابتدا بگم سو تفاهم برای هیچ کس به وجود نیاد خدای ما خدای برکته و دقیقا نقطه خدای برکت روح مامان میگه من بتون میدم دعوا سر اینه پس مشکل سر دارایی نیست مشکل اینه که کی صاحب اینه کی تصمیم گیرنده است و کی به تو میده کی صاحبشه به عنوان یک شخص مسیحی کی صاحبه چه خود شخص باشه چه هر چیز دیگه غیر از خدا باشه مامان پشتشه مگه اینکه شخص بگه تمامی جانم زندگیم و آنچه که دارم متعلق به خداونده و همش فیض خداست آمین که اون اونجاست که تا میتونی بگی حاکمیت و مالکیت خدا در زندگی بر ایمان و بر اموالم هم هست حتی خدای من فقط خدا خدای من این خدای فرزندان من هست بچه های ما نه همینطور پس بچه های ما هم در واقع میتونن به عنوان هدایای خدا من شیطان بخواد دست بذاره روش بچه ای من وجود نداره یه هدیه هست فرزندان ما هدیه هستند. و اینجاست که در واقع ما باید بدونیم که چگونه با این مامان روبرو بشیم و چگونه عمل کنیم تمام قدرت مامان در به دست آوردنه جالبه این روح یا این بوت یا این خدای دروغین تمام ایده هاش از خدا ترایی میکنه و شروع میکنه در واقع از ملکوت خدا بزن و به ملکوت شیطان بیار برای همه چیز در دنیا خرج بکن برای خدا خرج نکن و در راه در واقع برکت و رحمت کاری نکن بهترین اسلحه که در واقع میتونه این قدرت مامون رو بشکنه روح سخاوته روح رحمته روح بخششه به همسایت هم نگاه بکن به سفره همسایت هم نگاه بکن نگاهت به همسایه هم باشه چیزی که این سرزمین ما را زد روح طمع بود و تمع روح مامونه سال پنجا و نف رو میاریم در خونتون پول برق نمیدید اینو نمیدید این روح مامونه انقلابی که شد پنجا انقلاب مامون بود مردم رو فریب داد با پول با وعده‌ها که در واقع و الان مردم دیگه میگه باقا چی میگن میگه جونم حلال مهرم آزاد دیگه نمیخوام اون چیزایی که قول داده بودی که به ما هم ندادی من آزادی ما میخوام این مردم الان دیگه برای یه وعده ای نیومدن کسی هم بهشون وعده نداده که چیزی میاریم در خونتون و خدا را شکر ندادن چون دوباره یه طرح دیگه از مامون میومد اما این روح بود که مردم به بیچارگی کشید این روح بود که رحمت رو از این مردم دزدید سفره های مردم رو کوچک کرد لغمه هاشون رو کوچک کرد و نگاه میکنی آرزوی ذره ای خوراک در واقع درست دارن این روح مامانه وقتی اطاعتش نکنی شروع میکنه در واقع به بدبخ کردن و اقتصاد افراد رو زدن متیش به چی میخواد در واقع یه جوری باهات کار بکنه و میره تا بردگی و اسارت داشتگی بد بده باشه مخالفت بخوای بکنی یه جور دیگه بدبختت میکنه کلا معامله کردن با مامان اشتباهه چون دو سر باختی آمین که خدای ما خدای سخاوته و به سخاوتم هم خواهد داد و احتیاج هم نیست که در واقع آدم بخواد مامان رو در واقع پرستش بکنه یا اطاعت بکنه وقتی تو کتاب مقدس نگاه میکنیم جاهای مختلفی وقتی اموالی، پولی، یه چیزی وجود داره که شرارت و بدی وجود داره. رابطه مامون ایزابل قبلا راجع بهش صحبت کردم که از اونجایی که ایزابل عاشق قدرت و ثروت و شهرت و مقامه و مامون هم تمام این چیزها رو داره، هر جایی که مامون هست ایزابل اونجا مثل بختک روش هست. حال ما که چیزی نداریم ولی حواستون باشه کسایی که دارن. دور ایزابل نچرخه جالب وقتی نگاه میکنی دلیلی که پسر گم شده گم شد در اون داستان روح مامون بود تمام دعوا سر اموالم به من بده یعنی از زیر اقتدار تو دارم میان بیرون اموالم به من بده میخوام برم بعد میگه رفت تو خوکدونی خوکدونی من سمبل دنیا و گناهه و اون صاحب خوکدونی شیطانه برو تمام برکت تو از خدا بگیر دعاهاتو تو تو کلیسا بکن هرچی که بداد اشغالش رو تو دنیا بکن هر وقت هم گیر کردی دوباره برو کلیسا دوباره بگو برام دعا کنید دوباره وقتی خدا به چفا دوباره اشغالش یه جای دیگه بکن یه پا توی دنیا یه پا توی خدا و این خطر بزرگیه میگن تو نمیتونی هم اراده یهوه رو و هم اراده مامور رو به دست بیاری. یا یکی رو دشمن میداری یکی دوست و بعضی مواقع ما فکر میکنیم خیلی بلدیم و میخوایم هر دو رو با هم داشته باشیم بلعام تو عهد عتیق میبینی بالا تشویقش میکنه میگه بهت پول میدم و برو قرم اسرائیل رو لعنت بکن روح مامان رو این بود ایسو رو وقتی نگاه میکنی به یه کاسه آشی نخواستادگیش فروخ برای چی؟ این روح مامانه فاحشگی به خاطر پول روح مامانه فروش مواد مخدر مامانه هر چیزی که مردم اسیر میکنه و کسی میفروشه یا در یه نوعی دست داره روح مامان روشه بدون رنج بردن گنج به دست آوردن اینم روح مامانه منظورم خودکشی و مردم برای یه لقمه اینان نیست اون لعنته اما شخص فکر کنه که هیچ چیزی فقط بشینم در واقع از هوای رای برام بیاد این خیلی خطرناکه آدم میتونه از فکرش بله استعدادش بله تواناییش بله تلنتش بله دانشش بله تحصیلاتش بله استفاده کنه منظورم فقط زور بازونی وقت بذاره و چیزی رو بنا کنه بیزنس بنا کنه آمی که خدا بهش برکت میده اما نه طریق های شرورانه آدم فروشی روح مامانه چیزی که تو سرزمین ما ایسان دیسکورا زیاد دارن همه روح مامان دارن اون روز میگفتن بسیجی داعشی پیوندتون مبارک و بگیم بسیجی مامونا پیوندتون مبارک ولی شعار میره میگن مامونا کیه این گوشتن به کی شعار میدادن چیزی که در واقع هنانی و سفیره رو درگیر کرد روح مامان بود اما یه طرف هم جالبه یهودا هم روح مامان داشت یهودا شاگرد عیسی جالب وقتی نگاه میکنید یک جمله رو شاید به شما شنیدید امیدوارم که شما هیچ وقت نگفته باشید چرا ماشینت نمیفروشی بدی به بدبختا حالا که ما ماشین نداریم که بخوایم بفروشیم بدیم یه گارو داریم میتونیم گاری رو بفروشیم باش خرید بکنیم چرا ماشینت نمیفروشی بدی به بدبختا چرا فلانت نمیفروشی بدی بدی به, به آدمای فقیر این جمله مال مامانه و یهودا دقیقا همین میگه چون این اطرا نمیفروشی بدیم به فقیرا تو خود داری دزدی میکنی کدام فقیر این جمله هم روح مامونه ای خدا به یه نفر داده آمی خدا بهش برکتش داده آمی که برای ملکوت خدا استفاده میکنه آمی ها چون که میکاره درو میکنه خدا بهش داده برکت میده برکت هم تو زندگیش میاد برای ملکوت خدا میکاره خدا هم بهش برکت میده اما ای به این معنی نیست که در واقع هر کسی هر چی داره باید بفروشه خدا بهش برکت داده آمین دیگران رو سحیم برکت میکنه اما این جمله رو میخوام به شما بگم چرا این عطره رو نمیفروشی بدی به فقرا این جمله ای که یهودا گفت این روح مامونه و جالبه خودشون هیچ وقت کمک نمیکنن فقط دیگرانی که خدا بهشون برکت داده رو دست میزنن روش کلام خدا میگه دهی کو بده آمین بیشتر هم میده آمین یه قرار نیست بره تو خیابون بخوابه که اونچه که تو میگی انجام بشه این قدرت خیلی بزرگی داره مامون و به طور خاص اگر میبینی این دوزیا و اختلاس هایی که داره میشه چون اثر طراحش مامونه تمام سپاه رو مامونه تمام اطلاعات روح مامانه تمام آدم فروشی روح مامانه تمام جنگ هایی که میدن روح مامانه زنها رو میبرن فاحشگی تو کشار عربی یا از اون ور بر, بر میدارن تو حرما فاحشگی رو میدن این روح مامانه میخوام فقط بازش کنم ببین مامان چیه تمام مواد مخدر و باندای مواد مخدر روح مامانه و هر دوزی روح مامونه و جالب کلام خدا وقتی نگاه میکنیم در افیسیان باب چهار اونجا صحبت داریم میکنه میگه دوز دیگر دوزی نکند میگه خب آمین خدا رو شکر دیگه توبه کرده دیگه دزدی نمیکنه دیگه ایمان آورده به عیسی آمین خدا رو شکر نباید بکنه میوه ها و ثمرات روح القدس همینه دیگه اولین چیزش محبت محبت که دوزی نمیکنه محبت رو به سوی دیگری داشتنه نه یکی دیگه, دیگه کندنه میگه دوز دیگر دوزی نکند میگه خب خدا را دیگه دوزی نمی کند. پس هر کی دوزی نکنه کافیه میگه نه بلکه برو کار کن قدم دوم برو زحمت بکش به خاطر میگم کسی که نمیخواد زحمت بکشه و مخواه راه های غیر در واقع مشروع چیزی در بیاره روح مامونه ایمان داره اما روح مامون داره تمام ایام و پرستش و دعا و کلام و مشارکت و همه رو میفروشه که فقط یه چی در بیاره میگه روح مامانه برحال تو دکتری مجبوری یک شنبه سر شیفتت باشی پلیسی به سر شیفتت باشی آتش نشانی به سر شیفتت باشی شیفت شب داری شیفت یک شنبه داری بهت میخوره اما وقتی تو از ام میدونی چیزی نیست که قانونی وجود داشته باشه که تو اگه نباشی یه دی بمیرن. خونه آتیش میگیری یه عده میمیرن یه شهر مثلا نابود میشه پلیسی چیز هست چی هستی عد میذاره شیطان همون روزی که در واقع روز خداست برو سر کار نرو مشارکت کن که روز یکشنبه بیشتر بهت میدن اینم روح مامونه خیلی بعد حواستون باشه به چی بله میگیم شخص مهمی هستی آمین تاثیرگذاری گذاری توی جامعه آمین میتونی در واقع برای مردم مفید باشی یک شنبه نیست یه روز دیگه ثبت میکنی برای خداوند اما نه به هر چیزی جالب وقتی یه انجیل نگاه میکنی بیشترین قسمتی که عیسی دربارش موعظه میکنه جالب نجات نیست بیشترین چیزی که عیسی در صحبت میکنه حتی محبت هم نیست بیشترین چیزی که عیسی در تعلیم میده پوله تعجب میکنید تمام امثال مثال هایی که میزنه پادشاهی خدا همچون زمینه که توش گنجه پوله پس میره اینو میفروشه اونو میگیره مباشره که در واقع نابکار بود اکثر چیزهایی که عیسی درباره صحبت میکنه همینه و چون که درباره این چیزا زیاد صحبت میکنه چون که یه قدرت عظیمیه جلوی خدا و ایماندارو چون که نمیبیننش و فکر نمیکنند چیه باهاش کنار میان و عیسی باید این رو در واقع جدا میکرد که اطاعت از مامان نکن بلکه در اقتدار و اطاعت از یهوه خدای خودت خداست که برکت میده و شیطان اینقدر موزیانه میخواد بیاد که بگه من برکت دهنده ای تو هستم تو بدون من نمیتونی روش هایی که من میگم انجام بده تو موفق میشی برو به سابکارت اینو بگو تو موفق میشی اینو بگو اینطوری به دست میاری همش بکن 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 بکن, بکن. ار روش هایی که بدم یان میبینی مامون زده شدی ار روش هایی به دست میاری که روش های خدا نیست ولی به دست میاری ولی جالبه وقتی تصمیم میگیری از زیرش بیا بیرو تمام آنچه که داری ازت میگیره بعد هر ما تصمیم گرفتی ایمان بیاریم آقا هرچی آورده بودیم رفت دو تا دلیل داره یا خودش داده یا نه آنچه که داری مال خداست جلوشو میگیره که کسی رو بارور نشه اما در نهایت خداست که وقتی در اطاعت میسی تو رو برکت میده و خدا میخواد در انجیل یوحنا با پونزه تا گمشده رو عنوان میکنه سکه گم شده گوسفند گم شده و پسر گم شده وقتی راجع به سکه گم شده را صحبت میکنه سکه گم شده چیه میگه زنی بود که سکه برای عروسیش بود مراسم زیاد نمی‌خوام واردش بشم سکه بود که تعلق عروس بودنش رو در واقع بهش نشون میداد که دو ماه در واقع به اون میداد به عنوان رس و هدیه مثل قدیمی‌ها ها بود های مبارک باد بود میریختن بچه ها شیرجه می‌رفتن، و می‌داشتن تو عروسی‌ها. زیاد زیر دست با میشدن یا بعضی هدبند‌ها هست روی سکه های آویزونه بعضی مناطق برحال ایران هم هست سکه‌هایی هست ولی سکه ها واقعا سکه طلا بود حالا بر برزای هر چیزی که میخواست بهش هدیه داده بود خب این براش مهم بود دیگه تعلقش شدشون میداد که من شوهر دارم یک شوهرم چقدر منو دوست داره دو این نشون اون اعتبار و عزت و حرمتیه که برای من قائل در اون زمان در فرهنگ بین و نهره و براش با ارزش بود و گم کردنش یعنی هویتش انگار داشت میداد انگار محبت شوهرش داشت از دست میداد مثل یعنی فرح حلقهشو رو گم کنه یه دفعه چرا گم کرد تو تصور یه مرد حلقش رو گم کنه زنه چیکارش میکنه اکثر گم کردن تو که نکردن پس مثل گم شدنه خب طبیعی حالا داره عیسی از این فرهنگ صحبت میکنه میگه سکه گم شد حالا این سکه ها طبیعتا سکه که مشخص مال چیه مثلا میگن که سکه مثلا رو پهلوی سکه نیم پهلوی سکه سکه روش یه ضربی داره دیگه روش پهلوی خورده بود روش مثلا این خورده بود قدیما سکه هایی وجود داشت خب البته هم الان شرارت وجود داره اسمشو نیبرم بخاطر همین نگفتم توی به زودی همه زب میشن و عوض میشن این سکه ها مالکیت مشخص بود که امپراتوری یا یک نظام مال کیه تمام حکومت ها وقتی میان اولین کاری که میکنن خب پول عوض میکنه که به نام ایسا به زودی پول ایران رو عوض میشه الان که ایده بسیاری هستن دارن طراحی پول میکنن میگم دمت گرم آفرین بشین طراحی بکن خوشگل بکش بوت و خدایان و دروغ و نمیدونم چیزهای چرت و پرت و جادوگری هیچ چیزی نباشه ریش و پشم هم توش نباشه همه رو بزند پیش اولین کاری که میگن پولا رو عوض میکنن پولی که عوض میکنن می‌خوام بگن چی؟ قدرت دست ماست. میدی؟ یعنی اقتصاد دست ماست. درسته؟ دارن چیزایی میگن که میدونید. فقط دارن اون مکاشفاتش به شما میگن. پول که عوض میشه یعنی که دیگه ما نشستیم، حاکم هستیم. پس ما داریم حکومت میکنیم، پرایس این و حال این کشور یا هر چی که هست، ما هستیم. نگاه کن پولمون هم چاپ شد، زر شد، سری میدن بیرون. اولین چیزی که جالب شد، دیدی تو انقلاب سری پولا رو عوض کردن. و سکه های در واقع ضرب شده سکه اومد بیرون و پولای قبلی رو شروع میکنن جمع کردن بعد شما میگید چرا این کارو میکنن؟ میکنه خب روش هر انقلابی همینه اما پشتش یه پیغام روحانی داره اینا اومدن که بگن ما حاکمه سرزمین هستیم چرا؟ چون رقم و صورت ما روی اینه مال عروسی هم این بود حالا گم شده این حال انسانیه که وقتی خدا خلقش کرد صورت و چهره خدا رو قلب ما ضرب شده بود ما تصویری از خدا بودیم و انسان گم شد سکه گم شده در واقع چیه؟ من تو هستیم سکه که گم شده متعلق به خدا بودیم به خاطر اینکه عهدیه که خدا با ما بسته بود با پدر ما مادر بزرگ ما آدم هوا بسته بود به این سکه گم شده سمبولی در واقع از من و تو به خاطر پسر گم سمبولی بود از همین پدر آسمانی و آدم و گوسفند گم هم سمبولی از جیه شبان بود و گوسفندش که در واقع گم شده بود همه پیغام ها یک چیز داشت و شما تصور کن حالا این سکه گم شده و میگه میگرده تا این سکه پیدا تا رو پیدا بکنه چون اساس تعلق میکنه کلام خدا میگه اومده تو گم شده رو پیدا بکنه ما سکه بودیم که گم شده بودیم صورت خدا روی ما بود روی قلب ما بود ما قدیما میگفتیم شیر و یا خط یه سمت شیر بود یک سمتش در واقع عددش و میزان و ارزشش بود از یه طرف نشون میداد تعلق و ایه طرف نشون میداد ارزشو این برای شو نگاه میکردی خط ارزشو نشون میداد اون نگاه میکردی حاکمیت و مالکیتش نشون میداد شیر سمبل اون مالکیت و حاکمیت در اون سرزمین بود فقط چیزایی میگم که میدونید فقط مکاشفه دارم به شما میگم حالا وقتی عیسی رو در واقع میخوان به تجربه بندازن چی بهش میگن به قیصر مالیات بدیم یا مالیات ندیم اینجا میخوان عیسی رو به چالش بکشن و عیسی هم میدونه اینها در واقع دارن چیکار میکنن اینا هم روح مامون بودن دقیقا مامون داره عیسی رو به چالش میکشه از طریقه چی امپراتوری روم دقیقا سوال طرح مامونه هر سوالی که عیسی بخواد بگه بگم بگه ندید مردم مخالفش میشدن یعنی چی تو طرفدار این کاپیتالیستا یا طرفدار این فلان فلان شده هایی اگر میگفت در واقع بدید تمام اونا میشه اگر میگفت ندید دولت باهاش مخالفت میکرد چون داری مردم هم به شورش با میداری که در واقع نظام رو به هم بزنه پس هر پاسخی میداد عیسی با حکمت خداوند میگه که یه سکه به من بدید سکه بش میدن میگه صورت و رقم کی روی این حک شده خب طبیعه کی حالا حاکم بود روم قیصر می قیصر قیصر چرا که حاکمیت تمامی امپراتوری اونجا رو و اورشلیم رو گرفته بود و طبیعیه که در واقع سکاری که اومده و زده بود میخواست بگه من حاکم اورشلیمم مگه اورشلیم بی صاحب بود زمانی شده بود که خدا رو به عنوان پادشاه رد کردند با افتادن دو اثیر و افتادن دوچار رهبران اسیر و اسیر کننده اینجاست که میبینیم میگه رقم و صورت این سکه مال کیه؟ رقم و صورت خط و شیرش رقم و صورت میزان و ارزشش و مالکیتش مال کیه؟ میگه مال قیصر عیسی میگه اگر رقم و صورت قیصر و مامان روی قلب توه برو خودتو بده با مامان اگر رقم و صورت خدا روی توه خودتو برو بده به خدا میگه پس مال قیصر رو به قیصر بدید چرا دارم مال اونه مالکیتش کیه قیصره میگه چون که تو حاکمیت مامان روی توه تو مال مامانی پس برو دنبال مامان اگر مال خدایی پس خودت بده به خدا پس تو چیزی نداری سوال اینه که تو مال کی هستی همین بود که ایلیا رو در واقع به درد می آورد می گفت تو معلوم کن کی خداست یهوه خداست یا در واقع بل خداست تقریف تو معلوم کن تو مال کی هستی مشکل دارایی نبود مشکل بود کی صاحبشه کی مالک توه کی مالک قلب توه میگه گنج آدمی همونجایی که دل آدمیه دل تو با گنجت همونجاست اگه دلت پیش خداست گنجت پیش خداست اگه دلت یه جای دیگه گنجت هم هم اونجاست و این روح به طور خاص تو دنیا داره کار میکنه شرارت ها و گناه ها و شرارت هم اینجا داره میاد اگه مال قیصری خودتو برو به قیصر حال قیصر کی بود؟ قیصر کسی بود که در واقع مردم وادار میکرد که من رو پرستش کنه و مسیحا رو میکش به خاطر اینکه باید اعلام میکردن قیصر خداست همینای ساندیس خورایی که در واقع خودشونو میفروشن و اینها رو پرستش میکنن دست اینا رو بوس میکنن به خاطر اینکه روحی که روشونه روح مامونه و این مسیحی که نور خدا باید باشه روی زمین باید متفاوت زندگی کنه پول در اقتدار تو نه در تو در اقتدار پول پول به تو نمیگه کی بیا سر کار تو میگی برای پول که من کی خواهم اومد تو میگی که من چطور او رو خرج خواهم کرد نه پول به تو بگه که تو چطوری من رو خرج بکن صدا از تو میاد بیاد پولت میاد از اموالت میاد امروز مشخص میکنیم که تو مال کی هستی جالب واژه مامون در یونانی میگه مامون است در آرامی میگه مامون ریشه مامون کلمه مامون از ریشه کلمه امنه میاد امنیت ریشه واژه مامونا یعنی خدای ثروت واژه ثروت که مام از ریشه کلمه امنه میاد امنه یعنی امنیت یعنی چی امنیت تو و مامان میگه من امنیت توام. تو تا منو داری خیالت راحت باشه و دقیقا این همون چیزی که داری حاکمیت و مالکیت خدا رد میکنی که فهم کنی پول و دارایی من امنیت منه دست کلام خدا میگه اگر خدا شهر رو پاسبانی نکنه دوربینای در بسته تو به درد نمیخوره بادیگاردا و سکیوریتی های تو به درد نمیخوره اگر خدا خانه رو بنا نکنه هزینه های تو به جهت بنای خانه فایده نداره حواسمون باشه که چی رو داریم جایگزین گزینه چی میکنیم اینجاست که عیسی تنها بوتی رو که جلوی یهوه استفاده میکنه همین ماموناست دیگه ایماندارا میتونه در مقابل هر چیزی بجنگن و بفهمن که این درست نیست تنها چیزی که نمیتونه تشخیص بدن همین قدرت مامونه و اینجاست که در واقع یکی از قوی ترین یا سومین ستون قدرتی دارایی و ماله به نام عیسی هر چی که از سرزمین ما دزیدن بردن همش برگرده امی که قانون های خواهد اومد که همش رو از حلقومشون بکشن بیرون مال این مردم و مال سرزمینه چه خدا این سرزمین رو به مردم داده تمام این جنگ ها برای همینه جنگ های میانه به طور خاص نمیخوام با نگاه ناسیونالیستی نگاه کنم هاشو بر من اصلا هم چیزی ندارم خدا را شکر شو... زرد و تیره و سفید و نمیدونم همه در واقع خلقت خدا هستن و خدا همه رو دوست داره هیچ برتری هیچ قومی به هیچ قومی نداره همه از یه جا آمدن از آدم هوا آمدن اما این پراکندگی بعد از بابل به وجود اومده و تا الان ادامه داره اما خدا که ما در مسیح به واسطه اون روح پنتیکاست همه با هم دوباره به یک زبان قابل فهم و اونم زبان محبت ایساست که یکی شدیم مهم نیست از کجا هستیم اما به طور خاص بعضی خدا از بعضی کشورها به طور عجیبی کار میکنه و با بعضی کشورها خاص کار داره بعضی کشورها رو به طور خاص برکت های خاصی میده که بتونه توی دنیای بالانسی یا در واقع رحمتی باشن یه برکتی داشته باشن و سرزمین ما از اون سرزمین که وقتی نگاه میکنیم زادگاه و گهواره خلقت آدم و هوا این سرزمین بوده کلام خودم میگه در عدن ایشان رو نهاد وقتی عدن رو نگاه میکنیم و از جغرافیایی و تاریخی و باستانشناسی شناسی نگاش میکنیم با گزارش هایی که کتاب مقدس راجع بهش صحبت میکنه میگه از اون نهری و بور میکنه که به چهار شاخه بیرون میاد فیشون جیهون دجله و فرات و بعد میگه این به کجا میره این به کجا میره و این به کجا میره امروز نمیخوام راجع بهش صحبت کنم اما این چهار روح چهار بود از عیسی مسیحان. این چهار تا یه زمانی بشه راجع به این چهار تا بهشون به ما میگم چهار تا مکاشفه از شخصیت عیسی که در واقع از اون باغ که به با عنوان صاحب اون باغ اما چرا باغ در گذشته پادشاهان همه باغ داشتن و پادشاهی که باغ داشت اعتبار و عزتش در واقع داشت در ایران زمینم کوروش باغ داشت دو تا باغ داشت یه لاغ و قشلاغ داشت بابل باغ داشت امپراتوری ها همه باغ داشتن آخاب به خاطر میخواست باغ داشته باشه و زد اون همسایش کش که باغ او رو به دست بیاره باغ سمبولی از اقتدار یک پادشاه بود و باغ عدن سمبولی در واقع از حضور خدا به عنوان پادشاه بود پس وقتی شما کتاب مقدس نگاه میکنید صرفا یه باغ و یه باغ چه نیست خدا داره پادشاهی خودش رو در اینجا اعلام میکنه و زادگاه تمدن آدمی اینجاست و وقتی نگاه میکنیم میگه سمتش به آشور میره در شرق بود این باغ این باغ رو نگاه کنیم امروزی بخوایم نگاه کنیم یا مطابق امپراتوری هخامنشی نگاه کنیم تو سرزمین ایران و مقداری میتونست تو سرزمین عراق سمت بسره و اینورا باشه شاید آدم ایرانی بود این کارو رو کرد دیگه زنش هم ایرانی بود دیگه اما خدا را شکر مشکل سر این نیست که این کار کردن مشکل اینه که نفرتیه ولی سوال اینه که شیطان کجا سقوط کرد میگه او رو به زمین انداخت اینکه که در آسمان دوم قدرت و اقتدارش داره جای خودش هم رو زمین میگه به کجا سقوط کرد مطمئنا آمریکا سقوط نکرد چون که وجود نداشت استرالیا هم سقوط نکرد کانادا هم مطمئناً نبود و باغ هم سمت شرق بود مطمئنا غرب ایران هم نبود شمال و جای دیگه هم نبود این مدت سمت این بود. امپراتوری و فلات ایلام میتونیم بگیم اون موقع قدیمیترین آثاری که وجود داره خب طبیعتا ای ما این نزدیکی ها خودش یا بعد توی عراق خورد زمین یا تو عربستان خورد زمین یا تو کویت خورد زمین امارات هم که نبود همه اینجا جک و جونور توش بود میگه حیوانات صحرا میگه حواس به این حیوانایی که توی این منطقه بیرون اینا هست حواس به این حیوانا باشه مار از همه حیوانات از اونجا وارد ایران شد وارد باغ شد وارد ایران شد البته باز شد دیگه و جالب نگاه میکنیم میگه این زمین زمینش تلاه توی سنگ های گران قیمت البته الان افغانستان هم نگاه میکنید تمام چیت گران قیمت سنگ های بسیار با ارزش بودید این همه امپراتوری در واقع خامنشی بودن اما به طور خاص میگه برکت عظیمی توی این زمین هست اما حالا تمام اموال بماند که راجب اموالش صحبت میکنه اما چیزی که وجود داره اینه چرا منو سقوط دادی یکی شبیه خودت خلق کردی آوردیش گذاشتیش توی ایران یک عقده دیرینه است با این سرزمین این سرزمین تاخت و تازه زیادی داشت اما جالب دوباره خدا میاد در همین منطقه کوروش رو مس میکنه میگه تمامی ممالک زمین رو من به تو میدم چرا میگه چون همش مال منه بر کسی میخوام میدم و بعد متاسفانه بعد از یه سری امپراتوری ها همه چیز رفت تا الان نمیخوام این رو زیادی بازش بکنم چون که بعد سمینار راجبش بدم در حد فقط اشانتیون با شما دارم میگم که بگیرید این سرزمین به طور خاص برای خدا و خاورمیانه میانه بسیار مهمه همه کشورها هم میدونن عراق هست که بری سراغ عراق چرا گیر دادی به ما این همه کشور خارجی مگه نیستی اروپا آمریکا کانادا عراق برید سراغش عربستان نفت مگه نمیخواید نفت اون پر نفته برید چی میخواید هر چی دارید این ور این ور هستش چرا دست که روی اینجا یه چیزی هست تو دنیای روحانی یک چیزی این سرزمین دست که برای شیطان خیلی مهمه به همین دلیل بدترین قوم و و شرورترین اقوام رو آورد اینجا اما درست آدم اشتباه کرد اما خدا با واسطه اون قربانی و پوشش آدم و هوا اونا رو پوشان آمین که خون عیسی گناهانی سرزمین رو اما این یک چیز فقط خواست بخوره چیزی که نباید میخورد و خورد اینو من به تو میدم بخور دوباره مامون سال پنج و هفت هم اومدن گفتن ما به شما اینا رو میدیم بخورید تو همین عدن جدید و دوباره خوردن و سقوط کردن و سمرش این شد فرزندانش آواره از باغ بیرون اما خدا را که دوران فیزیم و آمین که فیض ایسا بنی این سرزمین او رو برگردونه به بعدهایی که قبلا بهش داده بود اینجاست که کتاب ایوب میگه نفسشو بگیر یک کشور رو اگر اقتصادشو بزنی نفسشو گرفتی حالا جالبه مامان میخواد اقتصاد ایمانداران رو بزنه اقتصاد کلیسا رو بزنه اقتصاد خدمات مسیحی رو بزنه نده برای چی میدی با منطق اینجا صحبت من نه اصلا نصر هدایاست موضوع اصلا دادن ندادن نیست موجین روح رحمت به همسایت به کسی که تو ایرانه به کسی که درگیره خدا را شکر می‌کنم تو هفته گذشته اعلام کردم برای اعتصابات هم افرادی بودن که اومدن گفتن ما تو اعتصابات بودیم با کندوکاش و حال چه کردن صحت و رو متوجه شدیم هم افرادی بودن که گفتن ما میخوام کمک کنیم به اینها اندک اما کمک میکنه این روح رحمته خدا میخواد یاد بگیری چیزی که قدرت مامون میشکنه سخاوته و بخششه سخاوت همیشه زیاد دادن نیست تو میتونی در واقع بدی با قلب سخاوت بدی با قلب برکت بدی من میخوام برکت بیاد تو زندگیت اندکه چیزی نیست اما به نام این شروع برکت تو زندگیت باشه پولی نیست اصلا قابل ارزش عرض عرض نیست اما برکت تو زندگی من با چی با قلب خدا دارم میدم با قلب خدا شروع کن برکت دادن شما که بیرون میتونید کاری که ما داریم میکنیم اس نمیبرم زیاد چون که نمیخوام لو بره ولی انواع جور و جور رو شده انجام میدیم و خدا رو شکر میکنیم که باعث میشه که خیلی زندگیشون در واقع مبارک بشه همین باعث شد که بعدا دنبال کار میگشتی که پیدا کنیم که بهش کار بده دنبال خونه میگشتی که پیدا که بهش خونه بده یا هر چیز دیگه کار کلیسا اینه که رحمت خدا را به این سرزمین وارد کنه رحمت از درون خودمون و رحمت به سرزمینمون مهم نیست اونا خدا رو نمیشناسن باران رحمت بر همگانه حتما و با ایماندار باشن رحمت خدا بر نیک و بد به یک اندازه شروع کنید به رحمت رحمت قدرت مامان میشکنه اون بوت فرو میریزه چون نمیذاره روح خدا کار کنه نمیخواد روح سخاوت کار کنه روح برکت کار بکنه و وقتی هم میدید هیچ چشت باشی نداشته باشید چون که پشتش دوباره مامان میاد شیطان خیلی دوست داره دوباره اون چی هم که از خداست آلوده بکنه هیچ انتظاری نداشته باشه همیشه به افراد میگم یا قرض نده یا اندازه‌ای بده که دیگه پشت گوشت دیدی دی 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 اون هم دیدی مثل ما که کلا نمیبینیم اینقدر دادیم گوش پوش به گوشمون دیگه هیچ چیز برنگشته ولی به اندازه ای بده که وقتی برنگشت نگران نباشی ولی یه با بخشش میدی که کلا ببخش این خدا تو رو برکت میده و باعث میشه روح رحمت تو سرزمینمون جاری بشه خدا میخواد این همه عالم در است این همه وضع اقتصادی الان بدتر از هر زمانی دیگر روزیش که همه جا باز بود شب تار بود. چی بود چی الان که دیگه شب تارم هست انجام بده نگید کمه رحمت های خدا کارش انجام میده برکت بده تا خدا تو رو برکت بده این سرزمین از طریق روحانی باید باز بشه همین روح اتحادی که داره می‌شخه یه شهادتی شدیدم خواهری میگه میگه اومدم بیرون از یه فروشگاه داشتم میرفتم یان یه موتری اومد شروع کرد بعد و بیرا گفتن همین که شروع میکنن دیگه حجابتون فلان کن تازه چیزم نبود که مثلا روسری نداشته باشه معمولی خواهد اذیت کنه میگه سرمنداخ هیچ چی نگفت میگه خیلی شروع کردم دعا کردن و بستن سرمنداخ هیچ چی بهش نگفتم بعد بیرا گفت بعد میگه جلو یه پسر دختر جوان دیگه بودن می داشتم برای اونا دعا می کردم که به این حال گیر نده از میشه الان اونا رو گیر میده و میگه همین رفت سمت اونها به اونها میگه مقدار میگه داشت به من گیر میداد من داشتم برای خودم دعا می کردم و برای اون دعا می برای اونا دعا می کردم به اونا گیر نده یه مرد یه دفعه غیرتی نشه برای اینم دیونم بزنه یه کاری یه بلای سر این مرد در بیارن می داشتم برای اون زن دختر و پسر جوونی که جلو می رفتن داشتم دعا می کردم میگه یان اونا برگشتن دیدن که یارو داره به من بعد بیرا میگه میگه یان ایستادن اومدن سمت من بعد گفت محلش نذا با ما بیا میگه با هم رفتیم خدا داره کار میکنه و جالبه میگه ما نگرانش اونو گفتم ما نگرانت شدیم که اذیتت نکنه اومدیم کنارت و جالبه میگه منم داشتم دعا میکنم که شما رو اذیت نکنم اونا شاید مسیح رو نشناختن و این میشناخت اما قلب خدا هر دو رو دوست داره و خدا داره اتحاد رو تو سرزمین ما جمع میکنه اون روح نفاق رو داره میشکنه داره رسوا میکنه این دروغ رو داره رسوا میکنه دیگه هر چی بگم مردم باور نمیکنن و به طور خاص تو من دعا کنی برای آبی که آلوده کردن به خاطر این آنفولانزای روده و مده مثلا شهرهایی که توش حرکت و فعالیت زیاده بر ضد این, این, نظام آبها آلوده شده و گریپ یا آنفلانسای رود و میده اسخال و سردرد و حالتهای خیلی بد خیلی زیاد شده عملا هم بچه ها رو این کار کردن که دبستان ها رو ببندن خب پدر مادرم وقتی بچه تو خونت و اونا جمع کنه پس خیابون نمیان اینا اینقدر پلیدن این شیطان میاد از آسمان دوم پیش اینها پیش این ها و اینها تو قوم و توی جاهای دیگه اینا آموزش میبینه و بعد میره آسمان دوم میگه اگر این قوم رو نداشتم چه کار میکردم اگر این حوزه رو نداشت چه کار میکرد و دعا بکنید که به نام عیسی هر شرارتی میکنن هر نقشه که میکشن به نام عیسی قدرتش شکسته و رسوا بشه و خدا از این مردم محافظت کنه از آب و هوای این مر... سرزمین محافظت کنه خدا رو شکر میکنم برای فرصتی که داشتیم میخوایم در شام خداوند شرکت کنیم شام خداوند فرصتی برای شفای خداوند برای آرامی خداوند برای تسلی خداوند برای قوت خداوند برای حضور خداوند برای عهدی تازه آمین که هر فشاری که این ایام گذشته توی این چهل و چند روزی که اتفاق افتاده روی شما اومده و فشار سنگینی هم هست تنها خداست که میتونه تسلی بده و امروز فرصتی هست که در حضور خداوند در سفره خداوند شرکت کنیم آمین آرامی و تسلی قوت خدا بیاد همونطوری که ایدیا نان خورد و ای آب و بلند شد و قوت گرفت حرکت کنه دوباره ما بتونیم بلند بشیم و ادامه بدیم و در دعا بیستیم بدون دعا هیچی انجام نمیشه هر چی انجام میدی با دعا کن انجام بده دعا کن برو جلو دعا کن ببر هر چی کاری انجام میدی دعا کن و انجام بده بدون دعا انجام نده هر کسی هم میگه دعا فایده نداره ای دروغه چون که دقیقا اونی که داره میسوزه معلومه از قدرت دعا میسوزه دعا قدرت عظیمی داره باور کنید اگر مردم به اینجای رسیدن با شامت میگم تعریفی هم نیست صحبت از ما هم نیست صحبت از کلام خداست اگر این دعاها نبود این قدرت ها و این ستون ها و این دش های شیطان تا الان فرو نریخته بود که مردم بخوان حرکت کنن اونا نمیدونن ولی ما میدونیم داره چه اتفاقی میفته و همچنان ادامه میدیم حتی نفهمن مهم نیست مدل باران رحمت نگاه کنید بذار ندونن اما رحمت خدا بیاد بذار اونا ندونن آفتاب عدالت خدا به تا ببری سر بذار اونا ندونن فکر کنن و ما بی خدایم. فکر کنن خودمون کم اصلا مهم نیست ما که میدونیم او رو پرستش میکنیم و او رو جلال میدیم آمین, آمین. هللویا خدا شکر گذاریم به نام عیسی ممنونیم که خداوند سفره مهیا کردی که در این سفره بها و ارزش گرانی مهیا شده خونه پسر تو عیسی این سفره سفره شفاس سفره قوت سفره سلامتیه برای فشارهای روحی روانی تو شفاس برای فشارهای احساساتی تو شفاس برای جسم بیمار تو شفاس به نام عیسی هر دردی که در درون و بیرون داری بر جسمت بر پوستت بر سرت بر پاد بر استخوان استخوانهات بر رگت بر قلبت بر خونت هر چیزی که سرطان و تومور تشخیص داده شده هر چیزی که تنظیم نیست مثل فشار و خون و هورمون ها و آنزیم ها و الکترولایت های بدن و هر چیزی که فرسوده شده و خوب کار نمی کنه به نام عیسی امروز در این سفره خداوند که شرکت میکنیم و شام خداوند همینطور که کلام خدا میگه به زخم های عیسی ما شفا داریم آمی به نام عیسی شفای خداوند بر جسم و جان و روح و روان تو حتی بر بیخوابی های تو خداوند شفاشو جاری کنه بسته جان خواهش میکنم بیاید جلو لطفا تا دعا بکنیم و عیزانی که راه دور هستید شما نیز با ما در این نان و پیاله سحیم باشید و آمین که قوت و شفای خداوند بر جسم و جان شما جاری شود به نام عیسی